رساله دکترای من هست که در آلمان به چاپ رسید و مرحوم خانم پروفسور شیمل ایشون رساله من خوندن و گفتن که باید چاپش کنن. خود ایشون بله، خود ایشون مقدمه برای این رساله دکترا نوشتن و اونجا چاپش کردن. الان مقدمه ایشون هست. بله. بعد اونجا بودید؟ من نزدیک 10 سال آلمان بودم. بله. فوق لیسانس و دکترا رو هر دوش اونجا بودن. اونجا گرفتم. بله. این کل ترجمه های خیام هست. توی آلمانی چندین نوع ترجمه متفاوت و پراکنده داشت. من اینها رو جمع‌آوری کردم و چند تا روایت توش؟ 125 تا است. مجموعه آخرین تاییدشده های روایات تاییدشده خیام رو من گذاشتم پایه و هر کدوم ترجمه نداشت، خودم ترجمه کردم و هر کدوم ترجمه های آلمانی. بله. تحقیقات من در هم دوره فوق لیسانس هم دکترا بیشتر در زمینه حافظ بود و ترجمه های حافظ و حافظ شناسی. دیگه این باعث شد که من کلی نسخ قدیمی حافظ را در آلمانی جمع‌آوری کردم و چه دوره‌ای نسخه حافظ رو بود؟ اینها معمولاً مال همون عصر دوره کلاسیک و رمانتیک آلمان هست، حدود 200 سال پیش عصر گوته است. این ادبیات آلمان هست به زبان آلمانی است. کلاً کتاب دوره‌های ادبیات آلمان را از دوره‌های قدیمشون، دوره باروک تا دوره کلاسیک که از درس کتاب‌های درسی دانشگاه میتونه باشه، در واقع تألیف کردم و وقت زیادی رو برد و خیلی سال هاست که من به ادبیات آلمان علاقه داشتم، در این زمینه کار کردم و از سال 77 که از خارج برگشتم تا الان بودم، یعنی 21 سال الان هستم. ولی اینم کتاب مکالمه زبان آلمانی است، اون گرامرش بود. این مکالمه است که اینم چاپ سوم شده در دانشگاه عراق و کتاب موفق بوده. آموزش زبان آلمانی از طریق تلویزیون و فیلم هست. خیلی خیلی ممنون. تشکر. ممنون. خیلی ممنون.